با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را شروع میکنم. امروز روز سه‌شنبه است و 14 از ماه آگست سال 2012 میلادی. در روزهای سه‌شنبه به مدت یک تا خدمت شما هستم مثل امشب، و تا اطلاع بعدی برنامه ها از 4 برنامه به 2 برنامه در واقع کوتاه شده است و این 2 برنامه بازپخش میشه در روزهای یعنی چهارشنبه و جمعه. اجازه فرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم. اول حافظ، دوم نماز. خب، این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا. اولا نیست، من دیدم بعضی دوستان میگن اولا اولا. این خرقه که من دارم در رهن شراب اولا، وین دفتر بیمعنی غرق می ناب اولا. چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم، در کنج خراباتی افتاده خراب اولا. چون مصلحت اندیشی دور است درویشی، هم سینه پرآتش به هم دیده پرآب اولا. من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت، این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولا. تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زنده است، در سر هوس ساقی در دست شراب اولا. از همچو تو دلداری دل بر نکنم آری، چون تا کشم باری زن زلف بتا بتاب اولا. چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون شو، رندی و هوسناکی در عهد شباب اولا. خب، اولی مطلب این که در کنفرانس سندیاگو بنده نیستم، اینو خواستم به اطلاع شما برسانم. با تأکید بسیار دیروز هم عرض کردم، مثل که هنوز تبلیغای هست و اینا، آقای مهندس فیروزی دوست عزیز من هستن، مرد بسیار شریف و محترمی هستن، ما با همیش مشکلی نداریم. در 5 جلسه یا 6 تا از این سمینار هم من بودم، بسیار بسیار فرح بخش هست، بسیار بسیار در واقع جذاب و دلنشین هستن این سمینارهای که آقای مهندس فیروزی برگزار میکنه. اونجا آدم قریب 500-600 نفر هموطنان رو میبینید، بحث ها هست، صحبت ها هست، شیرین‌تر از خود مجالس همین برخورد ها با هموطنان هست و جلسات خصوصی. اینا واقعا فضای فرحناکیست. اینه که من توصیه میکنم حتما تشریف ببرید. این یک مطلب. مطلب دیگر این که عرض شود که این حوادثی اتفاق میفتد بعض اوقات در جامعه آمریکایی. ما بیشتر ما هم خب انگلیسی بلد نیستیم الحمدلله. بعد یه انگلیسی ندانی یه چیزی میشنوه به یکی دیگه، به یکی دیگه، به یکی دیگه، وقتی به دست پنجم و ششم میرسه این احادیث نبوی میشه. یه وقت میبینی که صحبت سر گاب مش حسنه، یه اون میبینی موضوع میشه که خر داشتقی مثلا. این آقای فرید زکریا، دکتر فرید زکریا، یک شخصیت بزرگی است. آقا اینطور نیست، آقای زکریا مرد بزرگی است. بی خود نیست که بهترین ساعت CNN و در واقع ادیتور هست در مجله تایم، در نمیدونم مجلات معتبر دیگه، نیوزویک، همه اینها بوده. این آقا خیلی آدم بزرگی است، آقای دکتر فرید زکریا، مسلمان هندی، بچه شهر بامبئی، مومبای، به سال 1964، و پدرش هم مسلمان بوده، رفیق زکریا، و جز همون کنگره ملی هند بوده. مادرش روزنامه نگار بزرگی بوده، در ساندی تایمز هندوستان می نوشته. این مرد آمده با آمریکا به دانشگاه یل رفته و بعد به دانشگاه هاروارد رفته، دکتراش هم در واقع حقوق سیاسی خونده، یکی از متخصصین در واقع سیاست خارجی آمریکاست و بسیار فصیح و بسیار دانا و مرد بزرگی است. آقای زکریا یک اشتباه کرد، عرض شود که یک لغتی در انگلیس هست، پلیجریزم. پلیجریزم یعنی این که شما مطلب کسی دیگر رو بردارید، پاراگرافی، گفته، حرفی به خودتون منتسب کنید. این دزدی نیست، چون دزدی
از زمره جنایاته. ما میریم دوز رو پالهنگ زدن و عرض میکنن دستبند زمرم به زندان، اما کسی که یه پاراگرافی گرفته این بیشتر جنبه غیر اخلاقی داره تا جنبه جنایی. بنابراین به همین جهت بهش میگن پلیجریزم، یعنی کسی که مطلب دیگری رو بسته به خودش. اینه که این سرقت نیست، دزدی نیست، چون دزدی داستان دیگری است. عرض کردم از امور جنایی است به طور کل. این بیشتر جنبه های اخلاقی قضیه است که مطرح است. عرض شود که سابقه زیاد داره. همین آقای جو بایدن که امروز نفر دوم هست، وایس پرزیدنت هست، معاون ریاست جمهوری هست، چندین سال پیش به واسطه سوابقش در سنا، به واسطه این که خیلی مرد خوبی است و بسیار محبوب بود و در آمارها تا 70% هم بود، همه میگفتن که این حتما رئیس جمهور میشه. خودش هم میگفت که من به همون قاطعیتی که روز به دنبال شب، شب به دنبال روز هست، از شور از the day following the night، به قول خودش من رئیس جمهورم. تا اینکه این آقا آمد و در واقع کاندیداتوری حزب دموکرات ها رو پذیرا شد، یک سخنرانی فصیحی کرد اونجا در هنگام قبول. بعد متوجه شدن که این سخنرانی یک سیاستمدار انگلیسی در جنگ دوم کرده. متوجه شدن دوستان و آمدن گفتن آقا این مرتکب پلیجریزم شده و طوری این بیچاره زمین خورد که کمر علم نکرد، دوچاره بیماری هم شد، رفت به انگلستان اونجا برای مرخصی. همون آقایی که اون سخنرانی کرده بود در اول آمد به پیشوازش در فرودگاه با خنده و شوخی و اینا آقا رو بردن اینا که آقا کار ما رو چرا برداشته اینا. به جهت این که در این کشور آمریکا شما برای مجلات می نویسید، روزنامه می نویسید، در تلویزیون هستید، سخنی که میگی، مطلب میگی، دو ویژگی داره. یکی این که در واقع فکتوالی کورکت باشه، یکی هم اوریجینال باشه. فکتوالی کورکت یعنی که دروغ نمیتونی بگی و اصالت داشته باشه، مال خود شما باشه، از دیگری نرسه. ما با دوستان بحث میکنیم میگیم آقا این همه دروغ چرا گفته میشه اینجا و اونجا؟ میگن دوستان آقا آزادی بیانه. آقا عزیز من، آزادی بیان معنیش دروغ گفتن نیست که معنی بمیشه اینجا میشه مثلا بگم که میرزا طاهرخان امیرکبیر رو هلاکو خان مغول کشت از فرط نادانی. آزادی بیان معنیش این نیست ما بشینیم دروغ بگیم، بگیم خب آزادی بیانی دیگه. یک کلمه پس و پیش گفته بشه تو این CNN، در این NBC، در اون CBS، در اون ABC، در این MSNBC، در این تایم مگزین، یک کلمه محاله که بتونه که این یک کلمه پس و پیش باشه. یقشون میگیرن آقا، یقشون میگیرن آقا تو اینجا اشتباه نوشتی، خطا کردی. آزادی بیان که معنیش دروغ بستن به این اون شخص تاریخی نیست که عزیزن. که پس یکیش اوریجینالیتیه، یکیش هم این که در واقع فکتوالی یعنی درست باشه، حقیقت باشه و دروغ نگفته نباشه. این دوتا خاصیت برداشته. یه آقا برداشته یک مقاله رو خانم جیل، عرض کنم که فامیلش هم من خدمتتون میگم، یکی از نویسنده‌های بزرگ آمریکاست. عکس اون خانم هم لطفا نشون بدین که از استادان هاروارد هست این خانم و رئیس دپارتمان تاریخ و ادبیات آمریکا، برنده جایزه. بله این مقاله اصلی از این خانم بوده با این سنش، پولیتزر هم برنده شده. و بله جیل لپورس این خانم عرض شد که یکی از مشهورترین ادبای آمریکاست، عرض کردم رئیس دپارتمان ادبیات و تاریخ دانشگاه هاروارد هست. خود آقای عرض کرد که فرید زکریا هم فارغ التحصیل هاروارد هست، شاگرد هانتینگتون و کوفمان بوده، آدم بزرگی است این آقای زکریا. بعدش یک پاراگرافی در باب گان کنترل، در باب در واقع محدودیت اسلحه، اینن برداشته یه پاراگراف 1 و 2 و 3 و 4 و 5 خط هست از یک مقاله این خانم جیل لپورس که در ماه نمیدونم اپریل نوشته بوده، برمیداره در یکی مقالاتش مینویسه. عرض کنم که از نیویورکر گرفته بوده. اینها یه عده هستن که اینا رو نگاه میکنن که کسی هر کسی ندازه. بعدش آمده عذرخواهی کرده و برنامهش در CNN
و کارش در تن به مدت یک ماه معلق شده، کسی ایشونه بیرون نکرده، کسی ایشونه بله بله کسی ایشونو نه اخراج کرده، نه به که ایشون کسی دوز گفته. اما اگه آقا من اشتباه کردم، حالا میتونست ایشون این پاراگرافو بیاره، بله خیلی ممنون وارتان جان، درود بر شما، میتونست این پاراگرافو بیاره توی پرانتز باز کنه، بگه که مقاله فلان صفحه فلان، اینجا شما مطلبی می‌نویسی باید رفرانس بدی. ما دیدیم که در ایران هرچی کتاب به دست ما می‌خوندیم هیچ رفرانسی ما نمی‌دیدیم. آقا ما هیچ رفرانسی نمی‌دیدیم، آخرش اولش زیرنویسی چیزی، آقا از کجا آوردین داستان رو؟ اما در اینجا شما هر مطلبی می‌نویسی از خودت نباشه باید بگی از صفحه فلان فلان کتاب گرفتم، فلان نویسنده، فلان عرشبت که کتاب در مثلا چاپ اوله، در کدام چاپخانه چاپ شده، صفحش کجاست، داستانش کجاست، مطلب رو بگی، خواننده بداند که این مطلب از کجا آمده. مثل که اولین کسی به این معنی پی برد مرحوم عبید زاکانی بود، میگوید از شاعر معنی میکند دزد سخن، میگوید این شاعرها همه از هم میدزدن، مزامین میدزدن. ای باد صبا بگو به جامی، کی دزد سخنوران نامی. چون جامی هر چی گرفته از سعدی گرفته، البته خودش شاعر بزرگی بوده اما بیشتر مزامینش از سعدیه. ای باد صبا بگو به جامی، کی دزد سخنوران نامی. دزدیدی اشعار کهنه و نو از سعدی و انوری و خسرو، اکنون که سر حجاز داری واهنگ حجاز ساز داری، یعنی میخوای مکه، دیوان زهیر فاریابی در کعبه بدزد اگر بیابی. باری عبید زاکانی میگوید که اشعار از عبید نیست، میگوید شاعر دوست سخن. باری این که اینا از همدیگه میگرفتن روزگار قدیم، از شبت که بوده است یک دانشمند مصری ثابت کرده است که طب ابن سینا چیزی جز انتحال طب رازی نیست. شما میدونیم حکیم ابن سینا طبیب حرفه‌ای نبود، اصلا در بیمارستان کار نکرده بود، طبیب حرفه‌ای رازی بود. بنابراین کتاب الهاوی رو برداشته خلاصه کرده، چون مرد نابغه بوده، حفظیاتش خیلی عالی بوده و قانون رو نوشته است. این رو یک دانشمند مصری این رو به اثبات رسانید. از روزگار قدیم بوده، در روزگار جدید میسر نیست چنین چیزی. آقای دکتر کینگ دکتراشو که می نوشته، ایشونم مرتکب پلیجریزم شده بود، گویا تزش رو از کسی دیگری، یه چیزهای از کسی دیگری گرفته بود، خیلی دو سرسداش رو از سبب که خوابانیدن. بنابراین آقای فرید زکریا اهمیت خودش از دست نداده، مقام بسیار بسیار بلند خودش از دست نداده، زندانم نرفته، اخراجم نشده. گفتن که آقا چون یه چنین کاری کرده بلاز اخلاق درست نبوده، زمینی که اومده عذرخواهی کرده، گفتن ما عذرخواهیشون رو میپذیریم اما به مدت یک ماه برنامهش در CNN و مقالاتش در شاین نخواهد بود. در باب سیاست خارجی آمریکا یکی از کارشناسان هست، در کتابای خیلی معتبر دیدم از زکریا نقل قول میشه، نظراتش مهمه. این آدم اینطور نیست که ما فکر کنیم حالا رفته بانک سرقت کرده، حالا زمین دزدی گرفتن، پالهنگ زدن گردنش رو، از شبت که خود آهنین دارن برای زندان، نه، از این کار اتفاق میفته. بعض اوقات خوب نیست اما بالاخره شده دیگه. این به مطلب دیگری که هست، میخوام یک تسلیتی بگم صمیمانه به هموطنان ما قربانیان زلزله، در واقع قربانیان جهالت این استبدادها. آقا در اون مملکت هم 4 تا دانشمند باید باشن، یه مرکز زلزله شناسی، یک مرکز علمی. آقا اگه ندارن برن بپرسن آقا این کجا خط زلزله است، ساختمان ها چگونه باید باشه در صورت وقوع زلزله، تا چند ریشتر، آقا اینا حساب کتاب داره، آقا اگه چوب باشه مثلا 7 ریشتر 8 ریشتر، 8 ریشتر خیلی خیلی زیاده، بعد 7.5، کما اینکه این زلزله کالیفرنیا که میگفتن 7.5، جمع 80 نفر کشته شد، همون 7.5 در ارمنستان و جاهای دیگه پاکستان که میاد 30-40-50 هزار نفر کشته میشه. این یه تسلیتی دارم برای هموطنان عرض کنم که داغدار ما و مجروح ما در اون منطقه آذربایجان. ما میدیم آذربایجان، ما میدیم تبریز
چندین بار زلزله هولناک آمده، فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز، جبال گشت رماد و رماد گشت رمال. قطران تبریزی در باب زلزله تبریز که بعد گفتن 11,000 پس لرزه داشته، بنابراین تبریز هم زلزله خیزه. و فردوسی فرمود گر این تیر از ترکش نیرمیست، نه بر مرده بر زنده باید گریست. تهران، ری با این چند ده میلیون آدمی که جمع کردن این آخوندها اونجا، خدا نکند که یک 6.5 ریشتری در تهران به وقوع بند. آلمان ها آمدن، ژاپنیا، اینا گفتن آقا وضعیت شما هولناکه، این وضعیت تهران هولناکه، اساسا ساختمان ها نه با استاندارده، نه این که در واقع نمیدونم لوله های گاز استاندارد داره، هیچی. این است که خدا نکرده اتفاقی بیفتد و یک کسی میگفت تمام بیمارستان های جهان نمیتوانن زخمی های تهران رو معالجه بکنن. و تهران ری چندین بار من عرض بکنم یه قضیه خیلی فکر میکنم 7.5 داشته، دو تا زلزله 7.5 بخشی که ری رو یک سره ویران کرده. این است که اینا قضایایی است که دولت مسئولیت این کارها رو به عهده داره، مردم رو آگاه بکنه. و ببینید همش خشت و گله، یه مش گل و خشت روی هم میچینن، به معنی که تکون می‌خوره یه آجر بیفته، یک آجر میتونه یک نفر رو بکشه، میتونه دو نفر رو بکشه. باری اینم داستان واقعا که حزین به این تراژدی بزرگ که در این منطقه اتفاق افتاد و چندین دهکده رو ویران کرد. و حالا شنیدم که باز دارن کمک میکنن جای دیگه، باز برادران پاسدار غیر ما دارن دوار میبرن ناسخوسو میفروشن. من خبری ندارم، همه حدس میزنم، میشنوم اینها. این است که این هم یک داستان خیلی 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 حزینه. من موضوع دیگری که میخواستم خدمت شما صحبت کنم این داستان استبداد است. داستان استبداد، تشت این استبداد، تشت رسوایی حکومت زور آقا 300 سال از پشت بام افتاده. آش اینقدر شور بوده که مغولا هم فهمیدن و ما نفهمیدیم. آقا مغولا بچه های چنگیز خان، شما اگه بری به یه بچه 5 ساله آمریکایی، انگلیسی، نمیدونم هندی، بگی آقا خونخوارترین آدم دنیا که بوده، میگه چنگیز خان و بوده. یعنی جمعا اینا 30 میلیون نفر رو سر بریدن در این گسترش حملات مغول. آقا مغولستان دموکراتیک، برید نگاه کنید آقا، برید آقا برید نگاه کنید، همه جا بزنید. فریدم هاوس، فریدم هاوس یک سایتی است میزان آزادی رو در جهان نشون میده و کشورهای دموکراتیک رو سبز نشون میده. اروپاست، آمریکاست، کاناداست، سبز نشون میده. آمریکای جنوبی منهای یکی دو کشور، ولی مغولستان سبز سبز. بچهای چنگیز خان هم فهمیدن آقا حکومت زور نمیشه، ما متوجه نیستیم. سفورای فرانسه، سفورای فرانسه عملجات نمیدونم آمریکا 200 سال پیش رو میگن که آقا حکومت زور نمیشه. روشن فکرای ما دست به قلم و کرواتیا میگن اختیار داره آقا، استبداد اختیار داره، استبداد خیلی چیز عالی است، مردم که آدم نیستن که باید زد تو سر این مردم. یادش بخیر اون که چما و قشسبت بود. حالا که میگم استبداد، استبداد فقط سیاسی نیست، استبداد سنت هم ما رو بیچاره کرده. استبداد سنت خود در واقع یکی از موانع بزرگ آزادی سنت. سنت مردمی که قرن بعد از قرن، قرن بعد از قرن اینها هر شبت که زیر سیطره استبداد هستن، خود این دین، خود این دین یک دستگاه استبدادی وحشت انگیزی است که فکر انسان رو به انحطاط میبره. اسلام عزیز، ما آنچنان فهمیدیم که اسلام عزیز جامع ترین و کامل ترین و عالی ترین و بهترین و خدایی ترین و همه ترین های دنیاست. خب وقتی که ما یه همچین دینی داریم که نیازمند تعالی نیستیم که آقا سوالی نداریم دیگه بکنیم، یک قدم جلوتر نباید بریم؟ چون همه چیز متعالی مال ماست دیگه. حالا به این مالکش های اسلامی هم که شما هر چیز ننگین و ضد بشری هم که در این دین عزیز هست بگیم، یه ماله برمیدارم برای ما.
همین استبداد علی در این فرهنگ ایرانی کم استبدادی نیست آقا، کم است. خود علی بیچاره نمیگم، یه مرد عرب بوده، فضیلت هم داشته، مرد راستگوی بوده، شجاع هم بوده، آدم هم زیاد کشته، کاری به کار ما نداره که. ما خودمان ساختیم این داستان رو، میگیم فضیلت میگیم علی، میگیم شجاعت میگه علی، میگیم حکومت میگه علی. آقا چه علی؟ این داستان استبداد علی کمر ما رو شکسته. نبینیم کتاب باز کنیم ببینیم مثلا ولتر کی بوده بابا، مثلا میگم ها. یا آیا فرزانگان دیگری هم بودن؟ آیا بزرگان مردان سرفراز دلاور دانشمند در جهان بودن؟ احتیاج نداریم چون علی رو داریم. این علی شده یه نظام استبدادی فکری در مملکت ایران برای شیعه. هرچی هم شنیدیم خورد و درشت از سقراط بگیم تا ولتر منتسب کردیم به علی. مردم لایق همون حکومتی هستن. کجا علی این حرف رو زد؟ بیشتر خوردریز حرفای مونتسکیو و ولتر و اینها رو برمیداره بیشتر به علی. این خود نظام عرض میکنم که شخصیت این علی یک استبداد بزرگی تو مملکت ما. حسین این دستگاه استبدادی گرد، تمام شهدای تاریخ رو فراموش کرد. این مایه دلاوران که به خاطر شرافت من و شما خونشون ریخته شد، خون خوردن در این کشور، نامی از اینا نمیبرد. بر حسین به سینه میزنیم و عسقر رو پا میشیم نمیدونم چادر چاقچور میکنیم از ایران به سوریه بریم سر قبر رقیه. یه بچه 2-3 ساله نمیدونم چی بوده. اینا استبدادهای فرهنگیه، اینا موانع آزادی و دموکراسیه. یک کسی در حق ما نیکی میکنه میگیم خدا میخواست. آقا کار خداست، خدا ما رو دوست داره. میگیم بابا این بیچاره بدبخت زحمت کشیده بود از طریق نیکی، چون آدم خیر و سلیم و نفسی بود به ما کمک کرد، ما هم باید یاد بگیریم به دیگران توانستیم کمک بکنیم. کار خدا بود. اینها کاستی های در واقع کاستی های فرهنگی است. اینا موانعی سر راه ما. آدم دموکراتیک عقلی فکر میکنه، نیکی هم که میکنه منتظر این نیست که حسین بیاد نمیدونم سرور جوانان بهش ببره برای این حوری بیاره. نیکی میکنه به خاطر نفس نیکی، چون دموکراسی عرض کردم ستونش دموس یعنی مردم، درد انسان. شما سعی میکنید تا اونجا که میتواند یک شخص بتواند یک درد کوچکی رو درمان بکنه، خود انجام این عمل جایزش هم همراشه، جایزش هم همون حس نیکیست که در انسان بیدار میشه. اگر نیکی میبینیم کار خدا و حضرت عباس بوده، اگر یه کاری هم میکنیم میخوام چند تا قرفه در بهشت برای ما درست کنم. اصلا نیکی و خیرم از بین ما رفته. کما اینکه ممکن چند همسایه گرسنه داشته باشیم با بچه های مریض، پا میشیم میریم کربلا، یه دروازه زار کربلا خرج میکنیم و میریم. چه داستانی؟ آقا از قدیم و ندیم خیلی گفتن به ما. این عرفای ما همه قضایا رو نقد کردن واقعا. همین مولانا جلال الدین بلخی، بلخی رومی، یک جهان معرفت این کتاب این مرد، چه مثنویش، چه غزلهاش، طریق رو نشون میده. اینها گرفتاری های خود ماست در واقع. و اینکه ما در سیستم استبدادی جزء مؤسسه استبداد شدیم، institutionalized شدیم به قول اینجایی ها، institutionalized. این مؤسسه استبداد بوده، استبداد دین، استبداد سیاسی. عرض کردم یه بار دیگه مطلب رو عرض کردم، این زندانیا که در زندان میمونن بیشتر 20-30 سال، این دیگه دلش نمیخواد بیرون بره، جزء مؤسسه زندان شده، institutionalized شده به قول معروف. وقتی میخوان آزادش بکنن میگه حالا من کجا برم؟ آقا من کنم کار بکنم که اصلاً رو کار کنه، اصلا من عادت کردم اینجا، جزء اینجا شدم. یه چاقو میکشه همون روز که مخارج کنن که بلکه نگرش دار، بعضی وقتا نگرش نمیزن بیروش کنن، میاد بیرون نمیتونه زندگی کنه.
این در وجود ما یک مؤسسه شده، این تعظیم به استبداد و تکریم حکومت زور، این دیگه جز لاینفک فکریه ماست، جزئی شدیم از این مؤسسه دین و این در تشکیلات استبداد سیاسی، به وجهی که اصلا احترامی نداریم برای آزادی و دموکراسی، ارجی نداریم، ارجی نمیگذاریم برای آزادی و دموکراسی. ما میخوایم رهبر، نگاه میکنیم ببینیم یه آدمی اومده مثل همین آقای، حالا اشاره بکنم به این آقای رامنی و معاونش، ماشاءالله به این دو نفر، یک لغتی تو انگلیسی هست میگن لند سلاید، این زمین حرکت، یک انتخاباتی که در واقع به وجه بدی میبازن میگن لند سلاید بود علیهش، در واقع یعنی وقتی 80 بشه به 20 یا 60 دیگه در لند سلاید میگن لند سلاید ببازن، این آقای رامنی و این معاونش ماشاءالله. اصلا ما به آدم های دموکرات که نگاه میکنیم فکر اینا ضعیف هستن، رهبر باید خون از سبیلش بشه که آقا دیگه 50 نفر سرنبریده باشه که به درد نمیخوره که پدر جان. که ببینیم یه پیر مرد نحیف نشسته، بعضی وقتا شله بعضی وقتا کوره، این مگه مگه این به درد نمیخوره که ما دیکتاتور زده ها ژاپنی هم همونجوری فکر میکردن. جرمن هم اینجوری فکر میکردن با اینکه اینا سابقه دموکراسی داشتن، اما دموکراسی که کار انجام نمیده، که یه مرد شلی رو آوردن اینجا کردن رئیس جمهور، به عمرش تفنگ دست نگرفته، شمشیر نزده، یه حرفا ژاپنیا میزد، نه حشمتی نه شوکتی نه امپراتوری، این مرد شل اومده بخواد ما شکست بده، حالا این ما چیکار میکنه؟ اتفاقا فراموش کردن که زور در همین آدم شله است که مردم انتخابش کردن. دموکراسی ها جنگاره بردن، دموکراسی ها جنگاره بردن، دو معنی مشهوره، یکی که دموکراسی به دموکراسی حمله نکرده، یکی هم هر موقع جنگ شده دموکراسی ها برد. اون سربازا و سربازا و اینم امتیال از کوپا در رفته باختن جنگار، چون اهل زور بودن. آدمی هم که اهل زوره به همراه زورش فسادش هم درش هستی که زور هیچ موقع تنها نیست، حکومت زور تو هم با فساده، چون اهل فساد بودن حقانیتی نداشتن به حرفایی که میزدن. چون یکنی حرفای هیتلر رو ببینید، نمیشد حرف ما نژاد برتری هم نمیم بقیه باید اسیر کنیم برده کنیم، نمیدونم یهودی ها رو باید بگیریم بسوزونیم از بین ببریم، اونم چه بکنیم، نژاد آریا و این حرفای مزخرف لاتاید باختن. و عجب واقعا ما با هموطنا که صحبت کنیم، شما هم صحبت کنیم، تا حالا من نشنیدم واژه قانون از دهن یک هموطن، که این همه من سالها صحبت میکنم نیدم یک کسی بگه آقا جامعه تا قانون نداشته باشه زندگی مؤثر نیست. همه ازش هستیم که کی بیاد، کی بودن، کیه، صحبت سر کیه، ارزوان زن شخصه، اصلا سخن قانونمندی بین ما نیست، قانوندان هم بین ما نیست کسی، من نیدم قانوندان، شما میشنسه قانوندان؟ این آقایونی که میرن وکیل تصادفات میشن، نامه نویسی میکنن به بیمه پولی میگیرن، اینا قانوندان نیستن، قانوندان ایرانی که مرتب نظر بده، من نیدم هنوز، تیز دنبالش نمیری، شما اعتقاد به قانون که نداریم. که یک فیلمی هست از ترافیک تهران، در هیچ جای جهان هم چه وضعیت نیست، نه که ما تفسیر داشته باشیم و برای تفسیر داشته باشیم، هی قانون گذاشتن زورگو و خراب کردن، و وقتی پیش نماز از این کارو بکنه دیگه بقیه میخوان چیکار بکنه. شما دیدید یکی از رجال مملکت در هیچ دوره ای رو مثلا بگیرن محاکمه کنن رفقای دیکتاتورا رو؟ اصلا ما هم چی چیزی نیست که. آقا نمونه کاملش خدمتتون، 4-3 میلیارد دلار پول مملکت دوزه، اصلا اسمش به این مردم نمیگن. قانون بیگانه ایم، اینا همه
گرفتاری های سنت و فرهنگ ماست. در واقع سنت و فرهنگ ما شده تکریم استبداد، تعظیم ما. دوست داریم بعضی از ما خم بشیم، دوست داریم چاپلوسی بکنیم، آقا دوست داریم، عاشق این کاری. میگه با درود بر شما وطن گرامی، واقعا باعث تأثیر از این صحنه های دلخراش دوستان ایران در طول تاریخ صدمات فوق‌العاده خوردن. یکی خراسان بوده است، یکی آذربایجان. بعد از سقوط ساسانیان خراسان ضمن این که محل علم و ثروت و شوکت و نمیدونم رنسانس بود، اما بیشترین صدمات هم از تنگچشمان زردپوست تا همین روزگار جدید تنگچشمان می آمدن و بارد کردن. چه مایه خرابی ها اینا، قتل عام ها در خراسان هر روز هر روز هر روز هر روز. آخرین جنگ عباس میرزا با همین ترکمن ها بوده است. حالا با احترام به هموطنان ترکمن، در خراسان و آذربایجان در طول تاریخ چه جنگ های خونینی، به خصوص در عصر جدید از زمان صفوی و قبلش اینا و جنگ اول و موضوع مشروطه، اینا به هم ریختگی مملکت، چه مصیبتی این مردم دیدن در آذربایجان. حالا زلزله مزید بر علت شده است. بله، برگردیم سر ماجرا که ما ذهنیت ما استبدادی است هموطن. به همین جهت هم تولید معرفت در راه آزادی نمیتوانیم بکنیم. تعلیمات ما استبدادی، هر طرفش که نگاه کنیم استبدادی، فرهنگ استبدادی، دستگاه سیاسی مملکت استبدادی. حالا اومدیم آدمی هم که از سیستم استبداد میاد بیرون همواره خودش رو حاکم میبینه. آدمی که در واقع زیر سیطره استبداد بزرگ شده، این خودش رو یک فرد معمولی نمیبینه، به خصوص اگه دستش به جایی باشه، دستش به قلمی باشه، چیزی باشه، خودش رو مرکز جهان میبینه. یک ضرب المثل وقتی این طور شد، خب دیگه کسی نمیماند. ضرب المثل آمریکایی دارن، میگن که too many chiefs not enough Indians. Too many chiefs, not enough Indians. Indian یعنی سرخپوست. چون اولین کسی که اومد سرخپوست ها رو دید فکر کرد رفته هندوستان، گوه Indians یه روشون موند. میگه رئیس زیاد داریم، چون میدونین سرخپوست ها چیف دارن دیگه، رئیس قبیله. میگه Too many chiefs, not enough Indians. رئیس قبیله زیاد داریم، به قدر کافی سرخپوست نداریم. علت این که اتفاق و اتحاد اینا نیست، به جهت این که شاه زیاد داریم، آقا رهبر حکومت زیاد داریم، رئیس جمهور زیاد داریم، اینجا یه شب خوابش میبینه. بنابراین هر کسی به تنهایی میخواد بعد ایران رو عوض کنه. فکرشو بکنید چقدر داستان مسخره است. یکی نمیخواد معاون نخست وزیر باشه. من با این فعالان اینا خب از نزدیک صحبت می‌کنم، همون تو سلام علیکم اولیه میتونم بفهمم که داستان چه خبره، ذهنیت در کجا داره کار میکنه. و عجب اینه که هیچ کدوم از ما مردم ایران رو به حساب نمیاریم، انگاری اونا صفرن، ما عددی، تا ما نباشیم اونا معنی نمیدن. در حالی که بابا جان 70 میلیون ایرانی اونجاست، جوان‌ها هستن، تحصیل کرده‌ها هستن، آدم درست حساب خیلی هست، آدم های لایق زیاد هست، اندیشه های متنوع هست. ما میخوایم برای اونا تصمیم بگیم، هر روز این دم و دستگاه را میندازیم برای خودمان. ما میخوایم از اینجا به مردم بگیم که شما چی دوست دارید. همچین چیزی نمیشه که، تصمیم گیری میکنیم. رفراندوم، آقا این رفراندوم بابا با مردم واسه به تصمیم بگیرن. رفراندوم فدرالیسم یکی دیگه شه، مثلا
ما از یه تصمیم میگیریم. آقا این حرفا نیست عزیزان، آخر نمیشه. اول باید این حکومت ساقط بشه. آخر رفراندوم که با وجود حکومت که نمیشه. وقتی این حکومت ساقط بشه بایستی به طرز عاقلانه خردمندانه کاری که جای دیگه دنیا کردن، یک مجلس ملی تشکیل میشه، نمایندگان واقعی مردم بیان تصمیم بگیرن که چه کار میخوام بکنن. اون خرد جمعی که گام اول برای دموکراسی واسه تصمیم بگیره. هرگز ما نشنیدیم که در مثلا فلان دوره قانون بود یا قانون نبود. آقا این قانون بود یا قانون نبود، هم میگی فلانی چه کرد مثلا چه کرد. اگر فلانی این کارو نمیکرد اون کارو میکرد، خیلی خوب بود، اون کارش خوب بود، ولی این کارش اشکالات داشت. آقا پس موضوع قانون چی؟ آقا این داست بدون قانون مگه میشه مملکت داشت؟ مگه بدون قانون؟ این آتاتورک عظمتش در این بوده. حالا خیلی هم از آتاتورک دلخوره، اما این بوده که هر اندیشه به ذهنش میرسید یادداشت میکرد با حقوق دانان، دانایان ترک بسیار آدم حسابی زیاد داشتن، روشن فکر میزدمه میذاشت، بعد در مجلس ملی ترک تبدیل میشد به قانون. کار ما اینطور نبوده، هیچ چیز قانون نمیشده، خیلی چیزهای جزئی امریه بوده، بخشنامه. هیچ سخن قانون نیست. هیچ سخن قانون من نشنیدم. سخن قانون، قانون بدون قانون که اساسا میسر نیست چنین چیزی، اصلا نمیشه. دموکراسی که ما بهش اینقدر در باب صحبت میکنیم در واقع حاکمیت قانونه، به جای حاکمیت شخص، به جای حاکمیت فرد، حاکمیت قانون. همه پیروان قانون هستن نه پیروان شخص. این گرفتاری عمده است متاسفانه. و عجیبه که ما این تمدن دیر پای نمیدونم چند هزار ساله و اینها چگونه خردش با هم جمع نشده. حالا سوال پیش میاد که خب پس اگه چگونه است، پس این دو انقلاب چه میشه؟ دوران بیداری ایرانیان پس کجا رفت؟ پس روشنفکران این چه بودن؟ چه کار از کجا آمده بودن؟ جوابش این هست که معدودی بودند روشنفکران ایرانی، دانایان ایرانی که از اینجا و اونجا به اروپا می رفتن، کتاب ها می خوندن، نمی دونم دلشون می سخت برای مملکت. اینا بایستی مؤسساتی می بود که تولید روشنفکری می کرد، اینا رو ما نداشتیم. مؤسساتی که تولید رجال سیاسی می کرد، اینا درش بسته شده. حالا که دیگه هیچ کی دیگه، حالا که یه ورزشکار هم نمیزنن که شهرتی پیدا کنه بیچاره، همش داستان نفر بوده. خب نفرم مردنیه، نفر که جاوید نیست. اینه که زندگی اجتماعی ما بر حسب شانس بوده، چون بستگی به نفر بوده. یه وقت یک نادرشاه بوده، اون کارهای اونچنانی میکرده، اما همواره خطر این مرد برای اطرافیانش بوده که خشمگین بشه، به خصوص 4 سال آخر عمرش با اونم خدمات بزرگی مرد کرد، قدرت دیوانش کرده بود. جان این آدم ها معلوم نبود که فردا به غروب میرسه یا نه. خب این دوره است، اینم شانس اینا بوده. بعد میرسیم به یک کریم خان زندی که آزار اذیت نداشته، خب شانس بوده. چرا شانس بوده؟ به جهت اینکه مبتنی بر قانون نبوده. قدرت بی حد هست در دست هر کسی شما بگذاری، معلوم نیست حدش کجاست، کجا میخواد بگه من دیگه اینجا محدود شدم، حد نداره. آز ولع به افزون طلبی و افزون خواهی هیچ حد و مرزی نمیشناسه. حالا داشتیم این چیز رو نگاه میکردیم، اولمپیکو، که به چه وجه زیبا و شایسته‌ای وقتی مقایسه میکنیم با
اون کاری که چینی‌ها کردن 4 سال پیش، اونا بیشتر خودنمایی میکردن، قدرت نمایی و اینها، اما کارهای هنری و با اون اصالتی که خاص انگلیسی‌ها هست چگونه شروع کردن، چگونه برن. من فکر میکردم که این انگلیس ضمن این که جنایت در جهان زیاد کرده و ما بسیار زخمی هستیم و دست انگلیس ها، اما خدمات انگلیس ها به جهان خیلی خیلی زیاد بوده. اندیشه کندن خرافات و دستیابی به علم و به روشنی از ذهن یک انگلیسی گذشته، اسمش هم بیکن بوده، یا حداقل بگم خدمتتون که موثرترین آدم ها بوده آقای فرانسیس بیکن انگلیسی بود. اندیشه این که حکومت فردی درد جامعه رو دوانه میکنه از ذهن انگلیسی گذشته، به نام آقای لاک. حالا نیوتن و شخصیت های دیگر بماند، پارلمان از انگلیس. درسته که آمریکا قدیمترین دموکراسی است، ولی حقیقت امر این است که سرچشمش در انگلستانه، مبانی نظریش اونجا کمال یافته. آدم های مثل لاک و نمیدونم هابز و هر سبت که نیوتن و بیکن، تا برسیم به راسل و اینها، آدم های فوق العاده منطقی و عقلی بودن. فلسفه عقلی را هم اینها دنبال کردن، جان استوارت میل و هر میشود این آدم ها. اینا 200 تا 250 سال پیش آمدن گفتن آقا اصلا خلاف عقل چنین چیزی، قانون بایستی باشه و حکومت دارای نهادهایی باشه که یکی در برابر دیگری باشه، که هیچ کدام فساد نره، آزادی بیان باشه و روزنامه ها که کارخانجات یا کارخانه های تصفیه فساد دولت هست. اگه این آزادی بیان نباشد دیگه چیز دیگری وجود نخواهد داشت، چون آدم ها رو تبدیل میکند به در واقع وحوش از نظر حق انسانیش، کسی جرأت نکنه سخن بگه. خب مثل که وارتان هم اشاره کرد که وقت ما، خب یه بار دیگه اشاره کنم در باب کنفرانس سان دیگو، بلکه علت مهمش هم این است که مخلص گرفتار هستم واقعا. حالا از شما چه پنهان، در 6 روز گذشته ما میگشتیم دنبال بارو به جای باره، میگشتیم ببینیم آقا اصلا در ادبیات فارسی قرن سوم، چهارم، پنجم چیزی به نام بارو بوده؟ برج و بارو که در شاهنامه آوردن دوستان، چو سهراب از دیده آوا شنید، به باره برآمد سپه بنگرید. باره یعنی دژ و کنگره و دیوار و برج، باره رو کردن بارو. بارو آقا جدیده، بارو قرن ششم وارد ادبیات فارسی شده، همش باره بوده، واقعا قدیم نیست مطلقا. در از رودکی بگیری تا هر میشود که فردوسی و اسدی و معاصران، هرگز اینا بارو به کار نبردن، باره. منطقه اینا رو باید گشت پیدا کرد در با. باری از شما خیلی سپاسگزارم هموطنان گرامی، دوستان عزیز، تا برنامه دیگر که دوشنبه خواهد بود، با سپاس از وارتان عزیز و شما که وقت گذاشتین و توجه فرمودین، تا برنامه دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. درود بر شما جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.